توی این فایل میخوام جدولی به این صورت بسازم که هم ردیف‌هاش و هم ستون‌هاش توی بعضی از سلول‌های جدول یکی شده. به نسبت جدول مشکل‌تری هستش و این رو من ایجاد می‌کنم که دیگه مبحث جدول رو توی این بحث حداقل دیگه تکمیل کرده باشیم. جدول ما مرکب از 2, 4, 6, 7 ردیف هستش و گفتم ماکسیموم ستون رو باید در نظر بگیرید، 4 ستون، پس یک جدول 4 در 7 هستش، 4 ستون 7 ردیف. تگه تیبل نیاز دارم چون میخوام محتوا نداشته باشه. ویت 400 پیکسلی و هایت 700 پیکسلی بهش میدم تا به نمایش در بیاد، قابل رویت باشه جدولم. یه بوردر هم بهش میدم تا به هدفم برسم. تگ تی آر که داخلش تگ های تی دی قرار گرفته، برای ردیف اول میتونم من به صورت جنرال تر این کار انجام بدم، یعنی 4 ستون رو براش در نظر بگیرم و این رو کپی بکنم تا برای ردیف های بعدی هم ازش استفاده بکنم، هر کدوم که کمتر نیاز داشت در واقع اینها رو بتونم منیجشون بکنم. خب ردیف اول 3 تا خونه است که خونه اولش هم 2 تا ستون رو شامل شده هم 2 تا ردیف رو، پس من 3 تا تگ تی دی لازم دارم که هم کال اسپن 2 نیاز داره هم رو اسپن 2. ردیف دوم 2 تا خونه اول با اون خونه بالایی ساخته شده، ایجاد شده و من فقط 2 تا خونه بیشتر لازم ندارم، پس بنابراین یکی از تک‌های تی دی رو از اینجا حذفش میکنم. ردیف سوم 3 تا خونه است که خونه سوم کال اسپن 2 داره. ردیف چهارم 4 تا خونه است که خونه اولش رو اسپن 3 داره. 4 تا خونه باید باشه، پس من از این باید کپی بگیرم که خونه اولش رو اسپن 2 داره، رو اسپن 3. ردیف بعدی 2 تا خونه است، 3 تا خونه است، عذر میخوام 3 تا خونه است که خونه دومش، چون خونه اولش که با این بالایی ساخته شده، با این ردیف بالایی ساخته شده و من نیاز دارم که 3 تا خونه ایجاد کنم که خونه دومش رو اسپن 2 داره. ردیف بعدی 2 تا خونه نیاز داره که نه کال اسپن دارن نه رو اسپن دارن، در واقع هر کدوم از اینا یک خونه های تک سلولی هستن و من این تگ رو از اینجا باید حذفش کنم. و نهایتا ردیف آخر که 4 تا خونه تک سلولی هستش. F12 رو میزنم و میتونید خروجی کار رو
با همدیگه مقایسه بکنید.